گفتگوهای صلح با طالبان از دیر زمان است که با حکومت آغاز شده است، اما نتیجه ای را به همراه نداشته است. برخی اعضای مجلس سنا با اشاره به این موضوع گفتگوهای صلح با طالبان را جز یک بازی نمایشی چیز دیگری نمی دانند. نظرم یک بازی هستن، یک صلح است و بازی است که انشاءالله پس پرده است. شما متوجه از این قضیه هستین و متاسفانه این دیگه این صلح به درد افغانان نمیخورد. رهای نمایشی است. اگر واقعا میخواین که تامین امنیت کنند، ما صلح میخواهیم، مردم افغانستان صلح میخواهد. اما با تاسف کسانی که میخواین که جنگ را در کشور شعله‌ور بسازه و خود حکومتی های ما هست و نمیخواین که صلح در افغانستان بیاید. این سناتوران همچنان از حکومت میخواهند تا برای فراهم کردن صلح باید گام های عملی را بردارند. واقعا مردم افغانستان، شورای ملی افغانستان، رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان خواهان صلح هستند، اما نباید این صلح بازیچه باشد که نیروهای امنیتی کشور ما را بار دیگر یک بار دیگر زمین گیر کند. ما برابران حکومت وحدت ملی سیاسیون افغانستانی توقع را دارم که در راستای صلح باید گامهای متین و هوشیارانه بردارند. این گفته ها در حال مطرح می شود که پیش از این رسانه های خارجی گزارش داده بودند که 3 نماینده طالبان پس از گفتگو با نمایندگان حکومت افغانستان در قطر به اسلام آباد سفر کرده تا در مورد آغاز رسمی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان با مقامات پاکستانی بحث کنند.